آماده هست آقای دکتر؟ در گام های عملی دولت شما برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهبود فضای کسب و کار چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم برای رونق کار همینطور که در برنامه ها من اشاره کردم که انشالله در یه فرصت مناسب توضیح خواهم داد یه برنامه دو ساله داریم ولی در بحث مربوط به تولید ما بحث مربوط به سهم تولید رو از زیارانه در اولیت اول قرار میدیم حالا هم بخش صنعت هم بخش کشاورزی نقدینگی رو هدایت میکنیم امروز نقدینگی در جامعه رهاس نقدینگی رو در واقع به جهت اولویت هایی که مد نظر هست میبریم سفت بازی رو از جامعه در سطح مسائل اقتصادی جمع می کنیم به درآمدهایی هایی که بدون تولید هستند در واقع حتما مالیات های قابل توجه رو در نظر می گیریم انضباط بودجه رو در دولت در اولویت قرار بدیم استقلال به بانک مرکزی میدیم که یه هفت برابر حدود 6 برابر نقدینگی اتفاق نیفته و بانک مرکزی درست بتونه وظیفه خودش رو انجام بده ثبات در سیاست ها یعنی اینکه ما هر هفته هر ماه تصمیم عوض نکنیم و رانت درست کنیم برای بخشی از کسانی که یک شبه میلیاردر بشن و از اون طرف یک مرتبه بیایم سرمایه مردم و مخصوصا فقرا رو پول جیبشون رو به یک سوم تقلیل بدیم یه بازبینی دقیق در حوزه توزیع کالا و خدمات میکنیم یعنی تولید یک بحث شبکه توزیع رو بهش توجه میکنیم کاهش فشار تحریم رو در اولویت صنایع اولویت دار مورد توجه قرار میدیم و نکته دیگری که دهکهای پایین جامعه رو براشون سیاست های جبرانی میذاریم که بتونیم مثل بیمه شما ما الان واقعا در این بخش دچار اشکال جدی هستیم تو حوزه بیمه تو حوزه سلامت تو حوزه تحصیل بتونیم اونایی که تحت پوشش هستن و دهکهای پایین جامعه هستن ما از عدالت حرف زدیم ما نباید مساوات دنبال کنیم عدالت رو به مورد توجه قرار بدیم که این کار حتما انجام میشه کیفیت رو بالا میبریم در کالاها این هم از نکته مهم دیگری است که باید بهش توجه بکنیم نکته مهمتری که من میخوام اینجا در این بخش بهش اشاره بکنم این هست که ما اگر بتونیم شبکه توزیعمون رو مخصوصا در کالاهای اساسی در این شرایطی که تحریم هم داریم تو اولویت بذاریم مثلا در کشاورزی به حال الان بعضی کشاورزی رو که برادر عزیزمون اشاره کردن خب ما در بحث کشاورزی الان زمانه در کالاهای مهم رو نیست رایت نمی کنیم شما نگاه کنید ما همین سالی که گذشته آمار رو وقتی نگاه می کنیم ما حدود 48 درصد از مواد غذایی میزان کالری که به ازای هر نفر 2400 کالری در روز باشه ما برده. بالغ بر 1300 کالری در شش قلم اساسی کشور مثل شکر موتشکر. مثل برنج مثل گندم مثل روغن فقط وارد کردیم خیلی خب ام... خیلی متشکرم جناب دکتر قالیباف جناب آقای دکتر حداد عادل 90 ثانیه فرصت نقد و ارائه نظر دارند ما برای رونق بخشی به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه باید یک آسیب شناسی از وضع موجود بکنیم ما آسیب های ساختاری داریم و سیاست اقتصادی ما هم آسیب رسان است البته فشار خارجی هم هست تحریم هم هست که در داخل اثر میگذاره ما میتوانیم با اصلاحات ساختاری و با اصلاحات سیاست به تولید کمک بکنیم من به عنوان نمونه به یک اقدامی که در مجلس هفتم در دورانی که بنده رئیس مجلس بودم انجام شد و آثار نیکوی اون در اقتصاد ملی و در اقتصاد کشور به خوبی جا افتاد اشاره بکنم و اون ایجاد سهمی بندی در مصرف بنزین بود ما هفتاد میلیون لیتر روزانه در سال هشتاد و پنج مصرف بنزین داشتیم چهل میلیون لیتر تولید می کردیم سی میلیون از خارج وارد می کردیم دشمن طمع کرده بود که تحریم بنزین بر ما اعمال بکنه مجلس هفتم با کار سنگین و دقیقی که کرد توانست این تهدید رو به فرصت مبدل بکنه و ما امروز می توانیم صادر کننده بنزین هم باشیم خیلی متشکرم جناب دکتر حداد حد عادل جناب آقای دکتر جلیلی بحث مهم اینه که ما تولید ملی رو مهم بدونیم ببینید زمانی در دولتهای قبل این بحث بیان می شد که نه ما اگر چیزی صرفه اقتصادی نداشته باشه نیاز نداریم تولید کنیم مثل همین بحث بنزین که الان اشاره کردن یا حتی ما اگر بیاییم از کالاهای خارجی که رقابت میکنه با تولید داخلی ما خود ما حمایت کنیم عوض اینکه از تولید حمایت کنیم از اونها حمایت کنیم یعنی وارداتشون اجازه بدیم حالا به صورت قاچاق که وارد میشن حتی تبلیغ کنیم براشون حتی در همین رسانه ملی تبلیغ بشه برای کالای خارجی خب طبیعی تولید ملی لطمه میخوره من عرضم اینه که نه تنها این کارها نباید بشود و این نگاه نباشه اون موقع بلکه باید بیاد حمایت بشود یعنی ما حتی امکان در موضوعاتی که داریم وارد می کنیم باید تا جایی که ممکن هست اگر به توانی موضوعی در داخل تولید بشه اون رو انجام بدیم مثل همین محصولات غذایی چیزهای دیگه و بسیاری کالاهای دیگه از اون مهمتر این که ما باید برای تولید کننده داخلیمون اون فرجام تولید و پایان کارش رو براش کمک کنیم من دیشب در یه روستایی بودم یه خانمی قالی تولید میکرد قالی باف بود خب این بحثش این بود خب چه اشکال دارد که دولت باید کمک کند که مثلا این بتواند در بازار اروپایی جنسش رو بفروشه اگر فرجام تولید مشخص باشه این کلی ظرفیت ایجاد میکنه برای تولید و اینکه انگیزه پیدا میکنن تولید کنندگان ما بسیار متشکرم جناب آقای دکتر جلیلی جناب آقای دکتر عارف اشاره شد که مهمترین کار ثبات اقتصادی است که باید اصلاحات ساختاری رو ما انجام بدیم ثبات در تصمیمات هست و استفاده از کارشناسان زبده در بخش های مختلف سهم تولید از ادپند کردن یارانه پرداخت نشده با به جدی این سهم سی درصد پرداخت بشه که رونق انشالله تولید رو داشته باشیم در بخش کشاورزی مهمترین مسئله تزمین خرید تزمینی کالا هاست که متاسفانه در سال‌های گذشته مورد بی توجه قرار گرفته خریدای داخلی از ذر قیمت مقایسه با واردات نبوده نتیجه می شده که ما در سال 83 در گندم خودکفا شدیم در سال 91 متاسفانه 6 و میلیون تن گندم وارد کشور شده حدودا 2.6 6 تا میلیارد دلار صرف واردات گندم شده باید مشکلات کشاورزی را حل بکنیم از جمله مشکل بیمه محصولات کشاورزی مشکل خود کشاورزان به خصوص بیمه شون روی بحث کارگران باید مشکلات معیشتیشون محصولات حل بشه بیمه بیکاری یکی از دغدغه کارگران است باید کارگران تشویق کنیم که به تولید بیشتری بپردازند مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره کسب و کارهای خانگی است ما حدود 18 میلیون خانم خانه‌دار داریم اگر تشویق کنیم اینها رو که به کسب و کارهای خانگی بپردازند با کمک های که دولت میکنه به خصوص بیمه کردن زنان می توانیم در تولید در حتی تکتک خانه ها نقش میتونیم افزایش تولید رو انشالله دنبال خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عارف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی من فکر می کنم برای تقویت تولید مل... ملی در قدم اول نگاه باید از مصرف مهوری به چرخه به سمت تولید مهوری تو سالهای اخیر بیشتر بحث مصرف مهوری بوده خصوصی سازی به صورت واقعی انجام بگیره اون مقداری که خصوصی شد حد اکثر 13 درصدش واقعی بود بقیه به شبه دولتی داده شد رقابت رقابت واقعی باشه انحصارات برداشته بشه الان قدرت هایی هستند که هم ثروت دارن و هم قدرت های سیاسی دارن و هم سایر قدرت ها دارن دیگران نمیتونن در رقابت با اونها روبروشن باید فضای رقابت رو ایجاد کنیم و مهمتر از همه امروز به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده ما باید کارآفرینان رو تشویق بکنیم اونایی که آماده هستن سرمایه خودشون روی زمین بگذارن باید فضا و سرمایه اجتماعی در این زمینه برای اونها آماده بشه امروز میبینیم که شرایطی پیش آمده که امنیت روانی در جامعه وجود نداره با تهمت هایی که زده میشه با برچسب هایی که زده میشه اینها باید از جامعه ما رخت بربنده تا افراد بتونن برای میان مدت و مبالن مدت قادر به برنامه ریزی باشه خیلی متشکرم جناب آقای دکتر روحانی جناب آقای دکتر رضایی خب مسئله اقتصاد ملی ما اولین مشکلش اینه که صاحب نداره و ما اولین کاری که میکنیم اینه که ساختار دولت رو بر اساس تولید ملی شکل خواهیم داد یعنی در کنار هر وزارت خونه یه وزارت فکر درست میکنیم شورای عالی اقتصاد ملی رو در ایران تشکیل میدیم مجمع عالی اقتصادانان رو درست میکنیم اتاقای بازرگانی تعاون، خانه سند خانه کشاورزی اتحادیه و اصناف رو در تصمیم گیری ها دخالت میدیم ایالت های اقتصادی رو در کشور شکل میدیم اقتصاد شهر و روستا رو برنامه ریزی میکنیم بدون این مدیریت کاری نمیشه کرد اقتصاد ملی ما مثل اون جران حاجی دودیه که خمپاره میزد توی ارتفاعات چون آتش میگیره میگو بچه کاری خوبی شده اما اثر اون اثر واقعی روی دشمن در حقیقت نبوده مشکل ما این است که هزینه های تصمیم گیری غلط ده برابر حیف و میل و حیف و میل ده برابر مفاسد است تا اقتصاد به دست اقتصاددانان و کارشناسان و صاحب نظران ندیم هیچگاه این شعارهایی که ما داریم میدیم این حرفهایی که میزنیم به جایی نخواهد رسید بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر رضایی جناب آقای مهندس قرازی تا وقتی که هزینه سرمایه بالاست تولید شکل نمیگیره هیچ تولیدی در دنیا 25 درصد سود نمیده تولید بین 5 تا 7 درصد در تو دنیا سود میده اگه به 8 درصد رسید رقیب پیدا میکنه تولید وقتی شکل میگیره که از سرمایه بیاد پایین هزینه سرمایه وقتی میاد پایین که تورم بیاد پایین اقتصادی پیدا کردن اگر نگاه بکنیم میبینیم هفتاد درصد سهم رشد اقتصادی و تولیدشون در بخش خدمات سی درصد در بخش کشاورزی و صنعت متاسفانه ما در کشورمون بخش خدماتون 45 درصده یکی از مزیت های نسبی ما این هست که ما بخش خدمات رو به سرعت افزایش بدیم با نیروی جوان و تحصیل کرده ای که داریم مخصوصا در حوزه های تکنولوژی و بحث آیتی البته خب من این رو اینجا بگم که حتما بود بحث سرعت و پهن باند و این بحث رو حل فصل کنیم که انشالله حتما در دولت آینده به این موضوع توجه میکنیم این خودش میتونه در حوزه آیتی میتونه در حوزه حمل و نقل، در حوزه آموزش، در حوزه سلامت یک دنیایی از تولید و رشد اقتصادی رونق میده. امنیت سرمایه گذار بسیار مهمه واقعا امروز در کشور ما امنیت سرمایه گذاری نیست یعنی عمدتا ما تو همین بحثان نه درست مبارزه با فساد میکنیم نه اجازه میدیم امنیت برای سرمایه گذاری باشه رفتار بانک ها با مخصوصا در مشارکت مدنی که انجام میشه عمدتا با این جا به جایی که در حوزه ارز اتفاق افتاد نقطه سر به سر در همه مطالعات اقتصادی به هم خورد خب هیچ کدوم از کارخونه ها دیگه اقتصادی نیستن همه اینا به دکار میشن ورشکسته میشن مصادره میشن بانک میگیرن یعنی همه رو متوقف میکنیم حتما این موضوع رو باید حل کنیم و دو مرتبه اینها در اختیار اونا باشه فرصت بهشون بدیم مشارکت مدنی رو در واقع تبدیل به اجاره به شرط تملیکش کنیم که دو مرتبه با این فرصت برگرده به دست صنعت که بتونه کارش رو پیش ببره بخش خصوصی رو واقعا باید توسعه بدیم الان دولت در خصوصی سازی غیر سهام عدالت و بخشی که بسیار مختصر حدود در 15 درصد داده شده واقعا بقیه شده با معروف میگن خصولتی یعنی به این معنا که هنوز مالکیتش رفته بخشی ولی مدیریت همچنان دولتی باقی است